درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبانی هستم در این روز اول ژانویه در سال 2018 دوشنبه است. خیلی تقارن دارد، هم دوشنبه اول هفته است، هم روز اول سال است، هم اول ماه است، و همه اینها با هم دست به دست هم داد تا این سعادت رو برای من ایجاب کنن تا بتوانم یک بار دیگر در خدمت دوست همه خوبمون عزیز نازنین جناب آقای دکتر جلال ایجادی باشه. نیزه بدید که در همین مقدمه طلوع سال جدید رو برای آقای ایجادی و خانواده و عزیزان محترم و گرانقدرش آرزوی بهترین داشته باشیم. آقا درود بر شما، سپاسگزارم که پذیرفتید یه بار دیگه با شما گفتگو کنیم. بسیار متاسفم که اون برنامه های هفتگی قطع شده، امیدوارم بتونیم دوباره اونها رو از سر بگیریم در این شرایط حال. به حال ایران منقلب است، مردمی عاسی به دنبال معیشت خودشون در خیابان هستند، ولی ما در حقیقت استراتژی یا تاکتیکی نمیبینیم، خواسته معینی رو معلوم نمیکنه، ولی مردمی عاسی هستند، عصیان زده در حقیقت. میخوام از شما به عنوان یه استاد جامعه شناس بپرسم که این اوضاع احوال رو چگونه میبینی، چگونه تعریفش میکنی؟ و به باور من این هستش که این داستان، البته گفتم اون موقعی که این وضعیت سپرده گذاران پیش اومد، گفتم این تمامی نداره، برای اینکه یه مسئله ما داریم، میگه جونمو بگی پولمو نگی. پولشو گرفتی، این کار کرده، حقوقشو بهش نمیدی، این دنبال معیشتشه. این بحثش این نیست که مثلا زندانی سیاسی اینا، اصلا اونا فراموش کن، این به دنبال حقوقش اومده، این حقشو میخواد از تو طلب میکنه. با توجه به این زمینه میخوام نظر شما رو بشنوم، ببینم که مطالعه شما در این ماجرا به ما چه میگوید. بفرمایید سراپا گوش. قبل از هر چیز درود بر همه بینندگان و شنوندگان رسانه شما، و متشکرم به خاطر دعوتی که امشب منو برای رسانه خودتون کردید. ولی در ارتباط با مسائلی که امروز در ایران میگذره، در یک شرایط ویژه و واقعا بحرانی قرار داریم، و این مسئله بحرانی هم به هر حال جامعه از قبل همیشه اطلاع نمیده که من چه موقعی شروع میکنم به شورش کردن یا قراری از قبل بده و این حرفا، به خاطر اینکه همیشه در مکانیزم درونی جامعه، در ذهنیت جامعه، در به اصطلاح اعماق خود جامعه پیوسته حرکاتی به وجود آمده و میاد که گاه فرصت این در جستجوی یک فرصت جدید هستن که این عناصر گوناگون به همدیگه پیوند بخورن و به یک حالت بحرانی در واقع کشیده بشن. یعنی اون دردها، آن نیازها، آرزوها و خواسته هایی که سرکوب شدن و به هر حال تمام تمایلاتی که بودش بود در درون جامعه برای آزادی بیشتر، برای حقوقشون، برای در واقع اینکه با به اصطلاح شرایط بهتری زیست بکنن، همه اینها همیشه امکانی رو ندارن که خودشون رو به شکل عریان و باز مطرح بکنن، و حداقل همیشه امکانی ندارن که به شکل خیلی برجسته و با فشار بزرگ به جامعه خودشون رو نشون بدن. و در یه لحظه‌ای که امروز ما درش قرار داریم، لحظه‌ای هستش که اگر خاطرمون باشه، به هر حال ما در حدود به اصطلاح سال 1388 با اون جریانات خروش خیابان‌ها در ارتباط با اون چیزی گفته شد، جنبش سبز باش مواجه بودیم، و قبل هم برمیگرده به زمان انقلاب اسلامی در سال در واقع 1359، و بنابراین 57 معذرت میخوام، و بنابراین اون چیزی که مهم هستش اینه که انگار که جامعه به این توجه میکنه که چیزی رو باخته، یا به هر حال فریفته شده، یا به هر حال
آنچه که مورد نیازش بوده رو بهش نرسیده. انقلاب اسلامی در ایران انقلابی بود که متکی بر خرد و آگاهی نبود، یک انقلاب بود که بر اون جریان مذهبی سوار شد، مسئله در واقع خمینیست بر این سوار شد و علی رغم وعد و وعیدهایی که داده بود، در واقع همین وعد و وعیدها تا یه حدودی چه بسا عده‌ای گول خوردن، ولی که به هر حال در پشت این به اصطلاح روحانیت حرکت کردن. و امروز ما اگر توجه بکنیم اینه که در سال به اصطلاح 88 موقعی که این همه فریب و این همه دروغ و این همه تقلب در صندوق های رأی صورت گرفت، باز دوباره یک دردی بر دردهای دیگه افسوده شد و این که این رژیم نمیتواند هرگز نه راستگو باشه نه در جهت منافع مردم حرکت بکنه و مسئله رأی هم به این ترتیب یک لحظه دیگه از دروغگویی و از در واقع اقدامات ضد مردمی این رژیم بود. و امروز هم در واقع ما میبینیم که با حداقل در این یک ساله اخیر در اینجا در اونجا اعتراضات گوناگونی و ما شاهدش بودیم که اومدن به شکل خودجوش در این موضع در اون موضع به اصطلاح حرکت کردن، اعتراض کردن، ولی به هر حال رژیم گاه با سیستم ارعاب، گاه با یک سیستم در واقع وعد و وعید این رو به هر حال جلوش گرفت. و امروز در از حدود این 3-4 روز اخیر ما مواجه با چی هستیم؟ مواجه با یک حرکت شورشی، یک خیزش، یک حالتی که به هر حال علارغمی که به ظاهر امکانات سازمان یافته یگانی وجود نداره، ولی که به هر حال شعارهایی که داده میشه در این جنبش‌های اخیر شعارهایی هستش که متین هستش، شعارهایی هستش که معنادار هستش و هم شعارهایی هستش که به مطالبات اقتصادی و اجتماعی برمیگرده و هم مطالباتی هستش که به مطالبات در واقع سیاسی برمیگرده، یعنی مستقیما کل نظام جمهوری اسلامی رو هدف گرفته، کل نظام فلااتفاقی رو هدف گرفته. در دوره قبل در سال 88 ما در مراحل آخریه این جنبش بودیم که اینجا اونجا گفته شد که به فرض علیه خامنه‌ای شعار داده شد که ولایتش باطله و باید بره و شعار حتی مرگ بر خامنه‌ای داده شد، خیلی محدود. ولی که ما امروز می‌بینیم که از همین گام‌های اول به شکل خیلی برجسته این مسئله در دستور کار این جنبش اعتراضی قرار گرفته و به این ترتیب می‌خواد نشون بده که به هر حال وجود یک استبداد دینی حاضر در جامعه که یک استبداد فردی هستش، تمامی شؤون مملکتی، تمامی به اصطلاح تصمیم‌های اساسی این مملکت در عرصه اقتصاد، در عرصه قضا، در عرصه مسائل فرهنگی، در عرصه مسائل بین‌المللی، همه و همه از زیر در واقع اجازه خامنه‌ای باید رد بشه و تمام بیت اون این هرم تشکیلاتی که اینها به وجود آوردن در رأسش که آقای خامنه‌ای باشه، تمام مسائل رو از زیر کنترل خود او رد میشه. به این خاطر هستش که این جامعه از پایین میخواد حرکت بکنه، نفس بکشه، از پایین میخواد در واقع آزادی داشته باشه، میخواد در واقع به مانند خیلی جوامع دیگه که امروز در غرب ما ببینیم به اصطلاح رفتار داشته باشه، عادی باشه، تعادل داشته باشه، از سوی دیگه در بالای جامعه یک نظام سیاسی، یک نظام جاسوسی، یک نظام شیعه‌گری و دینی وجود داره که همه منافذ رو میبنده، همه پنجره ها رو میبنده و در ارتباط با همه خواستا و تمایلاتی که در درون جامعه هستش هرگز همراهی نشون نمیده. به این خاطر که یک جنبه‌ای که داره یک جنبه انحصار طلبی هستش، همیشه روحانیت یک روحانیت انحصار طلبه، در ادیان مختلف این وجود داشته و در درون شیعه به خصوص در تجربه ما همیشه و همیشه این وجود داشته، یعنی قدرت روحانیت یک قدرت
این حصار طلب هستش، همه چیز رو برای خودش میگه، که این البته رابطه‌ای داره با ایدولوژی انحصار طلبانی تک خدایی اونها، که خدای اونها برتر هستش، بنابراین خدای اونها بر تمام جهان باید حکومت بکنه، و اینها هم که به نمایندگان اون هستن در کشور ایران به قدرت رسیدن، قدرتی سیاسی، قدرتی طبقاتی و قدرتی ایدولوژیک هستش، و به همین خاطر هستش که این قدرت انحصار طلب اینها هر چیزی رو که در دل جامعه میگذره یا میخوان کنترل بکنن یا میخوان سرکوب بکنن یا اونها اینکه اونها رو همه رو میخوان موافق رأی و رفتار خودشون بکنن، و این در واقع جامعه نمیتونه بپذیره. جامعه امروز ایران یک جامعه هستش که هم در بستر تناقضات داخلی خودش، در بستر تمام این شکستای سیاسی که در درون جمهوری اسلامی دیده، این در ضمن جامعه هستش که با جهان ارتباط داره، در درونش جوانانی هستن که تمام امکانات علمی تکنولوژیک رو به کار میبرن و افرادی هستن که تیزهوش هستن، حرکت فعال میکنن، و بنابراین این جامعه فعال و پویا رو از بالا میخوان ببندن، و به این خاطر که یک بار این کار میکنید ممکنه که باز به اصطلاح موفق باشید، 10 بار این کار ممکنه بکنید که باز ممکنه موفق باشید، ولی که به هر حال جامعه رو برای همیشه نمیشه دهنه زد. جامعه ایران یک جامعه هستش که در بطن خودش نمیتونه در واقع در آسایش دراز مدت باقی بمونه. پیوسته و پیوسته این جامعه به لحاظ تناقضات و خواستایی که داره میطلبه که مدل اقتصادی، مدل به خصوص سیاسی و حکومتی متناسب با خواستای عمیق در دل خود جامعه باشه. البته خود جامعه کمبودها درش زیاد هستش که این رو میشه در نوبت دیگه صحبت کرد. سپاسگزارم از شما. اتفاقا داشتم این مطلب شما رو نگاه میکردم، انفجار اجتماعی برای عدالت و آزادی. شما به درستی این مطالب رو اینجا به قلم آوردین و به درستی هم تعریف کردید که این مردم عاصی، مردم گرسنه، مردمی که امنیت نداره، به دنبال معیشتش میگرده، این اومده اون حرف رو مثلا در انتخابات 88 خب اومد اول گفت رأی من کو، بعد یواش یواش آخر سرم شما به درستی اشاره کردی در تم یکی دو جا حرف زدن که اون دیگه جمعش کرد، ولی این بار با صراحت از اول اومده داره برای این تب میکوبه. البته ما قبلش هم خب دیدیم این ماجرای احمدی نژاد و یا ویدیوهایی که در خارج عناصرشون منتشر کردن، نمیدونم راجب لاریجانی ها، راجب این فکر میکنی این حرکاتی که خود دستگاه انجام داد، هم از سخنرانی های احمدی نژاد، نمیدونم اون که نمیدونم ویدیوهای دروغی که منتشر کردن رسانه هایی مثل صدای آمریکا، چقدر میتونه مؤثر بوده باشه در این حرکت مردم؟ امیدوارم پرسشم رو تونسته باشم، اون که فکر کردم رو منتقل کرده باشم. البته بله، بر اساس اون چی که من دریافت میکنم از صحبت شما که یک سوال خیلی مهمی هستش، این که برخی ها میخوان اینطوری وانمود بکنن که برهاد این جریانات اخیری که روی داده، حرکت های اعتراضی که روی داده، ناشی از اقدام این جناح یا اون جناح هستش. گاه گفته میشه که چه بسا احمدی نژاد، گاه چه بسا به اصطلاح امپراتوری خراسان علم خدا هستش و بازنده انتخابات آقای رئیسی هستش و غیر و ذالک حرفا. ببینید این جنبه ها میتونه تاثیرات جانبی داشته باشه. به چه معنا؟ به این معنا که هر کدوم از این جریانات که به هر حال اینها باندها و جناهای گوناگونی در درون حکومت هستند، اینها بخش‌های مختلفی از هیئت حاکمه عمومی حاکم بر ایران هستند، اینها برابر این مانند یک مکانیزم مافیایی اقداماتی علیه یک دیگه میکنن، از یک سو
و همدیگه میسازن، از سوی دیگه در واقع سازششون به پایان میرسه، به جنگ و دعوا میرسن. این جنگ های اینها که در ضمن تابع منافع گروهکی اینها هستش، ولیکن همخوانی با منافع و به اصطلاح مصالح عمومی ملی کشور ما نداره، مردم ما نداره. بنابراین از نظر ذهنی در ذهن مردم ممکنه این تأثیر داشته باشه که به فرض امروز که آقای احمدی نژاد به نحوی به قوه قضایی میپره یا به نحوی غیر مستقیمی به آیت الله خامنه‌ای در واقع برخورد میکنه، بنابراین ممکنه در ذهن برخی اینطوری به اصطلاح نتیجه‌گیری بشه که پس اونها نمیتونن به همدیگه زیاد به اصطلاح پرخاش بکنند و بپرند، و یا اینکه اگرم این انتقادی کرده ببینیم که اون در موضع ضعف هستش، و یا به هر حال محاسبات این تیپی بکنن که فکر بکنن که به هر حال از اونجایی که اینها دارن به هم میپرن پس شرایط بر ما آماده هستش. ولی که این کاملا جنبه فرعی واقعا هستش، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما بارهای بار ما دیدیم در درون این حکومت از زمانی که اینها بر قدرت رسیدن تا امروز عناصر در داخل خودشون رو خودی ها به سرعت به غیر خودی ها تبدیل شدن، غیر خودی هایی که پنهان بودن که خودیشون بودن اومدن در رأس خودی هایشون قرار گرفتن، حتی اقداماتی مربوط به قتل داشتن نسبت به یک دیگه، اقداماتی مربوط به حذف فیزیکی داشتن. بنابراین امروز این لحظه لحظه آغازینی برای این کشاکش های داخلی اینها نیست، ولی که ما در ضمن میبینیم که در دل این جامعه از اونجایی که در موارد گذشته این بوده و امروز احمدی به اصطلاح احمدی نژاد، من مطمئن هستم که شما اگر دقت بکنید تمامی این شبکه ها رو اگر دقت بکنید یا مانند فیسبوک و غیر و ذالک، اینا افرادی که در ایران هستن بسیارشون خانواده های کاملا عادی به ریش به قول معروف احمدی نژاد میخندن، یعنی به هیچ وجه اون رو به جدی نمیگیرن و به این خاطر که دیگه اعتمادی ندارن، میدونن که احمدی نژاد مانند دیگران در دزدی های متعدد شرکت داشته، میدونن که احمدی نژاد و باند احمدی نژاد کسی بودی که در دو دوره برای مملکت حکومت کرده و از جنایت و به خباست و دزدی و نمیدونم سرکوب و به اصطلاح برخوردهای کاملا زشت نجات پرستانه در سطح بین المللی و آبروی ایران رو بردن، هیچ چیزی دیگه در کارنامه خودش واقعا باقی نگذاشته، و بنابراین ممکنه عناصر بسیار معدود عامه باشه که چه بسا به اون به اصطلاح یارانهای او ممکنه فکر بکنن، ولی که اساسا اعتبار این فرد کاملا افتاده. و اگر امروز مثلا دار دست های گوناگون از جمله بیت خامنه ای بهش برخورد نمیتونه بکنه، به خاطر که اینها از همدیگه نقطه ضعف دارن و پرونده های متقابل دارن، اینها نمیتونن به راحتی عمل بکنن، چه بسا هم در این حال در جستجوی نقشه های خاصی باشن. به هر حال ما از اطلاعات داخلی اینها دقیقاً با اطلاع نیستیم، ولی که آنچه که به هر حال اساس کار هستش در این دوران و در ارتباط با جنبش، شما توجه کنید اینها اگر در درون جنبش اینها گفته شد در این روزهای اخیر که چی؟ که اصولگرا و اصلاح طلب دیگه این کارشون تمومه، این دیگه این ماجراشون تمومه. یعنی چی؟ یعنی این که تمامی این، مگر آقای احمدی نژاد جز همین اصولگرایان مگه نبوده؟ مسلمه که بوده، امروز حالا یکی با هم دیگه اختلافاتی دارن دو حرفا، این جز همون باندها هستش. بنابراین این دوتا بخشی که به این ترتیب در شعارها مطرح میشه، نه اصولگرا نه در واقع اصلاح طلب، یعنی خود این کسانی که این به اصطلاح شعار رو مطرح کردن کلیت این هیئت حاکمه رو مورد به اصطلاح هدف خود قرار دادن. به هیچ وجه در هیچ جایی ما نشنیدیم که بگن که به فرض احمدی نژاد خوب است یا درست میگد، حتی کسی که چه بسا در بخش از جامعه ایران مانند روحانی علارغم که در این لحظه مورد مستقیما مورد انتقاد قرار گرفته، ممکنه نسبت به روحانی هنوز بخش از جامعه توجه بیشتری داشته باشه. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه دوره‌ای که انتخابات اخیر صورت گرفت و کسانی که بهش رأی دادن، بخش ها از سر اینکه به هر حال در این شرایط ایران اون چه بسا مناسبتر باشه، ولی من مطمئن هستم که باندهای گوناگونی از این
به اصطلاح هیئت حاکمه مانند احمدی‌نژاد هیچ گونه مورد اعتماد نیستند و اونها فقط و فقط منافع گروهی خودشون هستش که مورد توجهشون هستش، و بنابراین خود این اعتراضاتی که بالا آمده اعتراضاتی ضد حکومت هستش، ضد در واقع جناح‌های گوناگون این حکومت هستش، و در دل این به اصطلاح تمایلات اعتراضی آنچه که واقعا من میبینم تمایل به اصطلاح عدالت هستش. عدالت یعنی چی؟ عدالت این که چگونه این ثروت‌های مملکت به هدر رفته و افراد خود این مملکت از بازنشسته گرفته و از کارگر گرفته و روستایی گرفته و دانشجو و جوان گرفته، همه و همه از تمام امکانات و ثروت‌های این مملکت در واقع محروم هستند. این ثروت‌ها کجاست؟ در خارج و در جیب مجموعی این باندهای حکومتی. درست، ممنون. ولی به عنوان یه استاد جامعه شناس من از شما یه پرسشی دارم و اون اینه که واقعا این رو چند بارم مطرح کردم ظرف این یکی دو روزه. خب ببینیم مثلا تو همه جای دنیا، در فرانسه، در آمریکا، در هر نقطه جهان، از عقب افتاده ترین تا پیشرفته ترین کشورها نگاه بکنیم، اپوزیسیون حاکمیت یا دولت باشه، چون معمولا در کشورهای مترقی اپوزیسیون معنای اپوزیسیون دولت رو میده، نه اپوزیسیون حکومت. میخوان دولت رو عوض کنن، نه ساختار حکومت رو نمیخوان تغییر بدن. معمولا تلاش بر این است، حتی اونایی که میخوان ساختار حکومتشون هم تغییر بدن فرقی نمیکنه در این قصه ما، فقط اینو به عنوان توضیح گفتم که یه وقت اشتباه نکنه که وقتی میگیم اپوزیسیون معنای واحد داره ولی هدف واحدی نداره. یه وقتی میخواد اصلا حکومت رو بزنه، یه وقت میخواد دولت رو تغییر بده. در چنین شرایطی خب تمام تلاشش رو میکنه که مردم رو به صحنه بیاره، مردم رو پشت خودش جمع کنه، مردم رو بیاره تو خیابون اعتراض کنن تا اینکه به خواسته و هدف خودش برسه. ولی متاسفانه نگاه میکنیم اینی که در ایران مردم عاصی، مردمی که عصیان کردن، مردمی که دنبال معیشتش میگرده، بسیار سوالهای اساسی داره که بیپاسخن و مهمترینش رو میگه، امنیت، نان، شغل، دنبال این میگرده. دنبال این نیست که مثلا روزنامه آزاد باشه، زندانی سیاسی آزاد باشه، دنبال این نیست. برای مثلا اگه دلیلم هم اینه که ما چند روز پیش این خانواده رضای شهابی که از سندیکای اتوبوسرانان است، خانوادهش گفتن بیاین دم زندان، دم نمیدونم فلان جمع شیم، دم اداره کار جمع شیم، مردمی نرفتن. بعد ولی الان اومدن. ولی به هر حال اینجا اون نقش اپوزیسیون رو ما نمیبینیم، نقش اون نیروی سیاسی که بخواد از وجود این مردم برای رسیدن به اهدافش استفاده کنه. الان مردم در خیابانن ولی برنامه و هدف معینی در پیش نیست. این نقیصه رو از نظر علم جامعه شناسی چگونه شما تعریف یا تبیین می‌فرمایید؟ یکی از آسیب‌هایی که جامعه ما پیوسته دیده و این هم در ارتباط با استبدادهای گوناگونی که وجود داشته و از سوی دیگه انحصارگری دینی که در ایران وجود داره، این آسیب همین مسئله عدم وجود یک اپوزیسیون عادی باشه که در به اصطلاح دوره‌های مختلف سیاسی بتونه برنامه ارائه بکنه، بتونه در واقع به اصطلاح دولت خودشو بر سر کار بیاره. به خاطر اینکه مدل به اصطلاح سیاسی ایران یک مدل ولایت فقیهی هستش، بنابراین اپوزیسیونی که در ایران میتونه معنا داشته باشه به ناگزیر اپوزیسیونی باید باشه که در برابر خود ساختار ولایت فقیهی باید قرار بگیره. الو، یعنی اپوزیسیون باید باشه که به ناگزیر در برابر این هرم سیاسی و این ساختار سیاسی مذهبی ولایت فقیهی قرار میگیره. به خاطر اینکه مدلی که در ایران هستش، این مدل خیلی
ویژگی داره، یعنی شما در ارتباط با این مدل هستش که معنای دستگاه به اصطلاح قضایی رو میفهمید، در ارتباط با این مدل هستش که سیستم دفاعی رو میفهمید، در ارتباط با این مدل هستش که سیاست خارجی رو میفهمید، در ارتباط با این مدل هستش که اساسا تقسیم بودجه مملکتی رو میفهمید. یعنی برابر این در واقع هسته مرکزی دولت جمهوری اسلامی همون سیستم ولایت فقیه محدود هستش که در اساس به صلاح زندگی این مملکت رو تنظیم میکنه و بر اساس منافع خودش به جلو میبره. بنابراین اپوزیسیون به ناگزیر چه کسانی میتونه اپوزیسیون که در برابر این ساختار به صلاح و این هرم دولتی ولایت فقیهی باید قرار بگیره؟ و به این خاطر هستش که این آسیبی که در این جامعه به وجود آمد به لحاظ انحصارطلبی و این استبدادی که وجود داشته و داره اینه که هر گونه اپوزیسیونی که به شکل به صلاح در جوامعی که به شکل متعارف میتونه برنامه مطرح بکنه دولت رو عوض بکنه در ایران نمیتونه به وجود داشته باشه، برای اینکه دولتهایی که میان دولت خاتمی و آقای روحانی و غیر و ذالک اون ساختار به صلاح ایدولوژیکی و دینی یگانی و فردی و استبداد فردی رو زیر سوال نمیبرن و بنابراین اینها به عنوان اپوزیسیون واقعی که بخواد رفرم اساسی در دل این جامعه بکنه به وجود اساسا نمیتونه بیاره. و تمامی برنامه های اینها هم حتی در ارتباط با بودجه اخیر هم که در ایران به صلاح مورد به صلاح بحث و مذاکره قرار گرفتن، امروز ما میبینیم که به طور مستقیم خود این به صلاح این بودجه عظیم فقط و فقط به اعتبار خط خامنه‌ای در واقع تقسیم بندی شده که به نحوی در امروز در روزنامه ها دیدم که خود روحانی گوشه زده که یه بخشی از این بودجه عملا در اختیار اون قرار نمیگیره. این بیان این هستش که بنابراین این اپوزیسیون جناح‌های مختلف بسیار ازت ممنونم، بسیار ازت سپاسگزارم، برای اینکه این نکته به نظر من خیلی مهم بود و ندیدم در هیچ کدوم از این رسانه‌ها مثل بی بی سی، مثل وایس اف امریکا، مثل اینا رادیو فردا به این نکته اشاره بکنن. در این صحبتش میگه 51% بودجه در اختیار ما، 49% در اختیار ما نیست. خب این خیلی مسئله مهمیه، باید رو این مانوف کرد پس اون 49% دست کیه. بله این خیلی مسئله مهمیه. درود به شما که دقیق نگاه میکنی، ممنونم ازت. بفهمید، ادامه بدین. بله، بنابراین مسئله اینه که خب ما میفهمیم این دست کی هستش. شما فقط توجه بکنید زمانی که به اصطلاح بودجه نظامی ایران 35% بالاتر رفته نسبت به گذشتش، بودجه های عمرانی کاملا افت کرده و به اصطلاح بخش مهمی از این بودجه های عمرانی رو اینها کنار گذاشتند و به اصطلاح پرونده هاشون رو توی به اصطلاح کشه هاشون قرار دادند و این حرفا. و یا مثلا بودجه مربوط به چیز، مربوط به نهادهای مذهبی، یک بودجه کلانی هستش که این تمامی نهادهای مذهبی در حال خوردن این بودجه هستش. تازه من مطمئن هستم این بودجه ای که اینها مطرح میکنن در ارتباط به اصطلاح بودجه نهادهای مذهبی، یه بخشش رو اینها به این ترتیب اعلام میکنن. و این چرا همین بودجه مذهبی شما در نظر بگیرید چرا به این ترتیب عمل میکنه؟ این به اعتبار سیاست خامنه‌ای هستش که از ابتدا خواست تمامی نظام مذهبی، تمامی نظام حوزوی رو در واقع مستقیما وابسته به دولت بکنه، به بودجه دولتی بکنه و اینها رو تابع خودش بکنه، که به این ترتیب تمامی این هرم مذهبی تحت زیر در واقع تبعیت اون قرار بگیرن. و به همین خاطر هستش که در واقع اینها دیگه اون نیمچه به اصطلاح خودمختاری هم که قبلا داشتن دیگه ندارن، اینها کاملا وابسته به بودجه دولتی هستن. بله، همین خاطر است. آقای ایجادی، فقط من این توضیح بدم که در تایید فرمایش شما فقط باید اشاره بکنیم به اینکه این در دوره خمینی آغاز شد. خمینی نبض این روحانیت رو به دست گرفت، برای اینکه روحانیت نقش بازی میکرد، استقلال مالی داشت، استقلال مالیش رو ازش گرفت. و در دوره خامنه ای که یه آدم مفلوک عقب افتاده است، هیچ اعتبار حوزوی نداره، خود آخونده قبولش ندارن. میگید به چه دلیل؟ میگم بابا همین پریروز بود که شیخ محمد یزدی
اومد گفت آقا حقوقدانای قوه قضاییه حرفای اشاره کنن به فتاوی آقای خامنه ای، نشون میده که اونا اصلا اینو قبول ندارن که بهش اشاره بکنن. یعنی این نکته کاملا دقیقه که خمینی این رو از چنگ اینا در آورد با حساب صد و حساب امام و غیره، گفت هر کدوم از اینا میخوان پول میخوان بیان از ما بگیرن، مردم هم پولاشون رو بدن به ما و چه سهم امام و خمس و زکات رو بریزید تو این حساب، ما میدیم به حوزه. و همین سازمان تبلیغات و حوزه و اینا رو تقویت کرد. خامنه ای که به سر کار اومد به خاطر اینکه اون پایگاه رو نداشت، نه آیت الله بود نه مرجع بود هیچی نبود، این رو شدت بهش بخشید. اینا کامل. نکات دقیقیه، ممنونم از شما، سپاسگزارم. بفرمایید. یعنی به ناگزیر این باید فرقی میکرد این به اصطلاح مجموعه سلسله مراتب مذهبی رو از طریق پول، که اینها در واقع شدیداً وابسته بشن. و این وابستگی منظورش چی بود؟ منظورش این بود که این وابستگی پایه و سکویی باشه برای امپراتوری شخصی او و کسی دیگه در واقع به اصطلاح نطق نکشه به قول معروف، به خاطر اینکه هر لحظه این قدرت مالی موجود در دست به اصطلاح ولایت فقیه میتونست به اصطلاح نوع تهدیدی باشه برای هر کسی که احتمالاً میتونست احتمالاً نظر خامنه ای رو یا به اصطلاح اتوریته اون رو زیر سوال ببره. و به همین ترتیب ما اگر نگاه بکنیم امروز هم که این آقای روحانی میگه من بر همه این بودجه در واقع غلبه ندارم، این بودجه کجاست؟ این چه میزانی از این بودجه امروز به طور دقیق در چارچوب خود به اصطلاح ولایت فقیه و بیت امام قرار میگیره؟ ما از این اطلاعی نداریم. اخیرا اگه توجه کرده باشید در بودجه اخیر اینا در نظر گرفته یه مبلغ بسیار بسیار نازلی رو به عنوان مالیات از آستان قدس بگیرن و برگشته بود به اصطلاح امپراتور آستان قدس رضوی اعلام کرده بود که از اونجایی که تمامی درآمدهای این آستان درآمدهایی هستش که با نظر و نیاز انسانها و به سر مسلمانان هستش و اینها در ارتباط با الله و خدا هستش و این حرفا، بنابراین یک نهادی که به این ترتیب نقش برجسته بازی میکنه و دارای در واقع یک رسالت الهی هستش، هیچ گونه مالیاتی بر اون نمیشه بست. یعنی چی؟ یعنی که آقای روحانی هم که اون مالیات کوچولی رو که در نظر گرفته بود این حرفش رو باید در واقع کنار گذاشت، برای اینکه در برابر این نهاد آسان قدس که حامیش در واقع آقای خامنه‌ای هستش نمیتونه حتی در واقع انتقاد بکنه. به این خاطر هستش که پولهای پنهانی و گسترده‌ای که اینها دارن، کمیسیون‌هایی که از بابت فرود خرید و فروش دارن، کمیسیون‌هایی که در ارتباط با مسائل مربوط به نفت دارن، هر کدوم از این به اصطلاح این در رأس این هرم به مشخصا آقای خامنه‌ای پول اینا میبرن. و بنابراین آیا پول کل نفت یا کل فروشی که از محل نفت میتونه داشته باشن به درون به اصطلاح کشوهای دولت روحانی قرار بگیره؟ مسلمه که قرار نمیگیره، مسلمه که قرار نمیگیره. و به این خاطر هستش که در واقع اینها هرگز نمیتونن شفافیت داشته باشن. چرا نمیتونن شفافیت داشته باشن؟ به خاطر اینکه آقای خامنه‌ای همه این ماجراها رو در واقع زیر عبای خودش، زیر در واقع اون چتر مخصوص خودش در واقع نگه داشته. و از اونجایی که انگار که زمانی که این افراد یه سری افراد پیر میشن و به خصوص دیکتاتور مریض الاحوالی هستن که پاشون لب گور قرار میگیره، انگار که حفظشون به این زندگی، حفظشون به سر ثروت و مادیات افسایش پیدا میکنه. و این امروز در ارتباط با همین جناح‌های مختلف درون حاکمیت و مشخصا بخش روحانی اینها، هر چقدر اینها مسنتر میشن و از لحظه انقلاب به سر بهمن اسلامی ما جلو میاییم، اینها در واقع حریص‌تر میشن، پولهاشون افسایش میدن و بیش از پیش به ناگزیر فشار میارن روی مملکت و پولهای مملکت رو در کانالهای مخفی خودشون نگه میدارن و یا به جاهایی میبرن که ما نمیدونیم کجا هستش. و به این خاطر هستش که من فکر میکنم که این وضعیت کنونی ایران، اینها شما توجه بکنید، اینها میخواستن قیمت نون رو ببرن بالا. یعنی چی؟ قیمت بنزین رو میخواستن ببرن بالا. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه ما پول نداریم.
یعنی یک بودجه به اصطلاح حدود بیش از عرضم حضورتون که بودجه مملکت حدود 300 بیش از 350 هزار میلیارد تومان هستش. خب این رو از چه طریق اینا تامین می‌خواستن بکنن؟ اینها می‌خواستن از طریق گمرکات حدود بر اساس به اصطلاح آماری که دادن گمرکات و مالیات حدود 55%، از طریق فروش نفت حدود 35%، و از طریق دارایی های مالی و غیر ذالک حدود 10%. بنابراین اون 35% که از مطرح نفت هستش، این 35% رو اینها به راحتی نمیتونن به اصطلاح در اختیار خودشون قرار بدن. یک اینکه قیمت نفت مرتبا در حال سقوط هستش و اینها در واقع میزان درآمدهایی که در واقع گذشته داشتن امروز به نصف رسیده. دو اینکه به لحاظ تشدید مجموعه مجازات های اقتصادی که بسا آمریکا در نظر بگیره باز و اختلافاتی که با عربستان سعودی و غیر ذالک هستش، این که بسا پایین بیاد. و سه اینکه این پولی که در واقع وارد به سر مملکت باید بخواد بشه برمیگرده به مسئله ارزش ارز در اینجا، و برابری این سه به اصطلاح عامل مهم تاثیر میذاره روی اون میزان پولی که باید باقی بمونه. و اون پولی هم که باقی میمونه باز همش به درون جیب های دولت نمیتونه برسه، به خاطر اینکه مکانیزم رانت و فساد انگیزی که وجود داره بخشی از این پول رو در واقع چیکار خواهد کرد؟ نابود خواهد کردش. و به همین خاطر هستش که اینها خواستن به اصطلاح قیمت نون رو بالا ببرن، یعنی نانی که ملت نمیتونن به راحتی کسب کنند و بخورن رو میخواستن کاملا اینها رو تبدیل به چی بکنن؟ تبدیل به یک زهر همه جانبه بکنن. و به همین خاطر هستش که بحران اینها یک بحران واقعا ساختاری هستش. اینها از نظر اقتصادی کاملا در حالت آشمز و استیصال هستند، از نظر سیاسی کاملا در واقع انحصار طلب و نمیتونن تکون بخورن. ما در یک بازی شطرنجی که باقی مونده و در واقع در حال مات شدن کامل هستن، و از سوی دیگه جریانات اجتماعی و جنبشی برخواسته و این مسئله برای اینها مشکلات جدیدی رو به وجود آورده، هم در عرصه بین‌المللی هم در داخل کشور. و برابر این اینها شرایط بسیار بسیار تنگی رو درش قرار دارن، و امیدواریم که این تعینایی که اینها قرار دارن یک فرصت بسیار جالب و خوبی بشه که مردم ما و فعالین اون و نخبگان اون بتونه از این فرصت برای در واقع مملکت ما استفاده لازم رو بده. پرسش هم همین خواهد بود، در نبود یک چنین چیزی، یعنی هر باره ما به همین نقطه میرسیم. یعنی اگر ما این جمهوری اسلامی رو دنبال کنیم لحظه به لحظه از همون پیدایشش تا امروز، هم مقاطع مختلفی اتفاق افتاده ولی کسی نیست که اینو جمعش بکنه. بله. اون نیروه وجود نداره، گرفتاری ما در اونجاست. یه مسئله دیگه ای که به عنوان آخرین پرسش با توجه به ضیق وقتی که برای من هست و تشکر از مهر شما که این فرصت رو واقعا در اختیار ما گذاشتی، این شرایطی که اتفاق افتاده، یعنی این داعشی که اینا در بیرون آشغالا یه شکلی الان جمع شدن، یعنی محل اونا دیگه اونجا در سوریه و اینا محل ندارن. خب اینا داریم میبینیم که به روسیه رفتن، در اونجا چند تا حرکت انجام دادن، در افغانستان در کنار دستمون داریم میبینیم که اینا حرکت‌های بسیار شنیع آزار و ایزار رو شروع کردن. من وحشتم همه از این است که این آشغالا وارد ایران بشن. اینا هم بازم به خاطر طمع، به خاطر اینکه بخوان این مسیر رو منحرف کنن، حتی راه بدن به اینا و اینا بیان تو، اون وقت مکافات صد مقابل خواهد شد. این شرایط رو کوتاه پاسخ بدید که چه باید کردش کدام است؟ بله، به هر حال آیا اصلا صحنه رو اینجوری میبینید؟ اول باید اول اینو بپرسن. بله به هر حال در ارتباط با همون سوال قبلیتون و همین سوال آخر، این هستش که نبود یک به اصطلاح اپوزیسیون در زم و در دل خودش یک مشکلات خاصی رو به وجود میاره، به خاطر اینکه به هر حال همیشه یک جریان اجتماعی احتیاج داره به یک به هر حال رهبری متین، رهبری در واقع آگاه با سازمان با مدیریت، که در لحظه کنونی چون در ایران نیست، خب میشه به هر حال
بخشی از کسانی که در خارج هستند و حتما حتما مطمئن باشید در داخل ایران شخصیت های برجسته‌ای هستند که در دل همین حرکت های جنبشی میتونن خودشون بالا بکشن و امروز همون لحظه هستش که اینها باید خودشون مطرح بکنن، به خاطر اینکه همیشه در همه موارد سازمان ها و رهبران یک جنبش از قبل آماده نبودن. در ضمن خود اون بستر حرکت های اجتماعی زمینه برآمد شخصیت ها میتونه باشه و بنابراین من واقعا امیدوارم که افرادی که در ایران هستن و میتونن نقش بازی بکنن، از دانشگاهی گرفته، از افراد سیاسی گرفته، از افراد متینی که در اونجها و سازمانهای گوناگون هستن، اینها همه افرادی هستن که میتونن در واقع در برابر این نظام شخصیت‌های خوبی باشن و همچنین به خارج هم توجه بکنن، افرادی هستن که این استعداد رو دارن و با همکوشی داخل خارج ما بسره باید نگاه بکنیم. ولی در ارتباط با نکته آخری که مطرح کردید، ببینید این همیشه این سیاستمداران تیپ جمهوری اسلامی آنقدر مکار و آنقدر در واقع اینها به اصطلاح زیان‌آور و زیانکار هستن که هر چیزی، هر بلایی که جامعه ایران رو تهدید بکنه اینها میتونن بسازن و از جمله مسئله اینها چگونه بازی کردن با خود به اصطلاح داعشیا در زد و بندهاشون در خاورمیانه و غیر و ذلک. بله این احتمالش هست، به خاطر اینکه حتی از به اصطلاح از دیرباز عناصری از اینها رو در زندان، حالا اگر داعش نباشه اون به اصطلاح گروه دیگر اینها رو دارن، ولی که به هر حال خطر در این شرایط ایران به هر حال متاسفانه وجود داره، این نگرانی وجود داره، از اقدام های گوناگون و تودهای گوناگونی که سپاه پاسداران و خود نهادهای مذهبی بسیجی و غیر ذلک میتونن انجام بدن که با پوشش های گوناگون در واقع بیان ترور بکنن، بیان این رو به عنوان به اصطلاح افراد خود جنبشتشون بدن و غیر ذلک، و یا اینکه اگر زمانی حس کنن که اینا دارن میافتن واقعا چرا در جستجویی نباشن که ایجاد جنگ داخلی بکنن، چرا در جستجویی نباشن که در واقع این حرکت رو برای خودش خواهد کرد، برای باندهای خودشون خواهد کرد، این باندهایی که امروز در واقع در قدرت هستند ولی که در ضمن همدیگر رو دوست ندارن، پس فردا چه بسا با توجه به مجموعه امکانات به اصطلاح پولی و مالی که دارن اینها بتونن در واقع به نحوی دارای اسلحه و دارای مهمات باشن و پسوردهایی که اینها دیگه نباشن به چنین اقداماتی دست بزنن. و از سوی دیگه ما در ضمن در جامعه و در به اصطلاح منطقه‌ای هستیم، در شرایط حساسی هستیم که این شرایط حساس واقعا میتونه برای کسانی که میخوان بازی‌های کاملا کاملا ضد منافع ملی ایران رو بکنن میتونه شرایط متاسفانه باز باشه. و به همین خاطر هستش که آنچه که من در روزهای اخیر دیدم و واقعا برام جالب بوده این که در تمامی تظاهراتی که در غرب و شمال و جنوب و مرکز بوده، همه این به اصطلاح شعارها در ارتباط با منافع عمومی مردم بوده، در ارتباط با همبستگی ملی مردمان ایران بوده است و این خیلی جالب هستش و هیچ گونه جلوه های مربوط به اصطلاح تجزیه طلبانه و غیر ذلک درش وجود نداشته و به همین خاطر هستش که این روحیه همبستگی رو باید نگه داشت و نسبت به هر گونه به اصطلاح خطری که هم از جانب حکومت یا هم در ارتباط با پسفردای این حکومت های از قدرت افتاده و جریاناتی که در منطق میگذره، این حساسیت و این دقت رو واقعا باید داشت، به خاطر اینکه ما جامعه‌ای هستیم که در آتش برای رسیدن به دموکراسی هستش، برای به آزادی هستش، ولی که در یک دوری هستیم که به هر حال شکنندگی درش وجود داره. این لحظه شکنندگی رو با مدیریت خوب و متین باید به سرانجامش رسون تا برسیم به یک نقطه‌ای که در اون نقطه استقراری با دموکراسی داشته باشیم. ممنونم از شما، سپاسگزارم از شما، امیدوارم بتونیم آقا در طول هفته باسم با شما ارتباط برقرار کنیم، هرچند این جریان ها تندتر بشود نیاز ما به حضور شخصیت هایی چون شما بیشتر و بیشتر خواهد بود. بازم از شما سپاسگزارم، برای شما در این طلوع سال جدید آرزوی بهترین دارم، برای خودت، عزیزانت، خانواده گرانقدر و محترم شما.
بسیار ممنونم جناب ایجادی، متشکرم از شما. ممنونم، خداحافظ. مرسی. به هر حال دوستان، شنیدیم فرمایشات یک استاد دانشگاه که در حقیقت کار جامعه شناسی انجام میده و این مهمه که از زبان او بشنوه. از اینکه این حرفای من همراهی نمیکنه با دل شما، از اینکه به من فوش خوار مادر بدین، از اینکه اینجور تند با من برخورد کنین، به جای این کارا بیایم بیاندیشیم که چه باید کرد در این شرایط. اینا که من میگم احتمالات موجود است، نگفتم که فردا همین اتفاق میفته، که اینا احتمالاتی است که بله داعشی ممکنه وارد کنه، ممکنه خودش اصلا بیاره و اوضاع رو بچرخونه. تو از کجا میدونی که چنین کاری نمیکنه؟ بنابراین فکر کنیم، اینا رو در نظر بگیریم، با توجه به اینها بریم به کمک این مردم عاصی، بریم به سمت اینکه این مردم رو کمک کنیم بهشون، نه اینکه نابودش کنی به خاطر اینکه تو دلت میخواد مثلا اینطوری بشه. اینجوری نیست که. شرمنده، ببخشید که مطابق میل شما حرف نمیزنم، بلکه اون چیزی که باور دارم بیان میکنم. همه کار من اینه که جامعه رو از هیجان زدگی دور کنم، به عقل، به تعقل دعوت کنیم، بیایم بیاندیشیم در این شرایط چه باید کرد. این آتیش خاموش شدنی نیست، بیایید این رو به نفع مردم حرکت بدیم، مهارش بکنیم که خانمان برانداز نشه. این چیز ساده است، من نمیدونم چرا این حرف ساده ای من انقدر پیچیده است، نمیفهمم. به هر حال سپاسگزارم، ممنونم. در معرفی سایت میان تیوی کوشا باشید، لینک ها رو فراموش نکنید. به هر حال مهمترین دغدغه ما در این راه پر پیچ و خم وضعیت مالی است. اگر میتوانید در این سال جدید فکر کنید، ببینید که این کار رو چگونه میتونیم با هم در کنار هم دست در دست هم نهیم به مهر، به مهر، نه با فوش خوار مادر. میهن خیش را کنیم آزاد. ممنونم.